امید معماریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت همراه ما هستند این گفتگوی بی سابقه دونالد ترامپ و ایلان ماسک رو داشتیم ساعتی قبل اول قبل از اینکه به محتوای اون بپردازیم ما بگی که چرا با تاخیر شروع شد آقای ماسک گفتن که به دلیل حملاتی که به اکس شده باعث شده که به حال این مصاحبه با تاخیر انجام بشه حدود 40 دقیقه تاخیر انجام شد ولی خب البته این دفعه اولی نیستش که وقتی که اکس با یک شخصیت سیاسی معروف در واقع در یک زمان به حساس صحبت میکنه چنین مشکلی پیش اومده سال گذشته وقتی که با فرماندار فلوریدا آقای سنتس خواستن صحبت بکنم وقتی که ایشون کاندیدای ریاست جمهوری بود این مشکل به وجود اومد و این گلیچ ها و این به حال مشکلاتی که به وجود اومد باعث شد که تاثیر بذاره روی موضوع گفتگو خود گفتگو امشب این مسئله به وجود اومد ولی خب بعد از اون که دیگه به حال حل شد دیگه میلیون ها نفر تونستن که به این مصاحبه گوش بکنن و جنبندیش کلی شما از صحبتهایی که ترامپ در این مصاحبه مطرح کرد چه بود خصوصا اون بخشی که در مورد ایران صحبت کرد ازتون چه نکات مهمی مطرح شد ببینید در شرایطی این مصاحبه انجام شد که در دو سه هفته گذشته که خانم هریس کاندیدای حزب دموکرات شدن برای ریاست جمهوری امسال ایالات متحده یعنی از زمانی که بایدن کنار کردن ایشون خانم هریس در طی این دو سه هفته واقعا در صدر خبرها بودن و اون مومنتوم و اون به حال اون هیجان رو داشتن در میان هواداران خودشون و رسانه‌ها بهش خیلی پرده آی ترامپ در طی روزهای گذشته خیلی سعی کرده که بتونه که نوار این توجه در رسانه‌ها رو از خانم هریس به حال قطع بکنه و موضوع رو برگردونه به مسائلی که به حال خودشون رو بیارن به صدر خبرها و توجه بیشتر بگیرن خب در طی روزهای گذشته آقای ترامپ اقدامات مختلفی رو انجام از جمله مصاحبه با شخصیت های معروف در یوتیوب یا کسی که به حال در شبکه های مختلف اجتماعی طرفدار زیادی دارن تا بتونن که به حال با اقشار مختلف ارتباط برقرار کنن این مسئله که الان وجود داری هستش که آقای ترامپ تلاش زیادی دارن که بتونن که اون پایه هوادار خودش رو افزایش بدن از جمهوری خان به سمت کسانی که مستقل هستن و کسانی که برها هم تصمیم گیری نکردن که رای بدن امشب در این مسابقه که با آقای ماست داشتن عمده مسائلی که آقای ترامپ مطرح کردن مسائلی بودش که در واقع در گرد همای حزبی خودشون در سخنانیه که مطرح میکنن بین هوادارهای خودشون مطرح میکنن و حرف جدید رو نزدن یه مسئله که مطرح کردن به نظر من مسئله مهمی بوده صرفا از مسئله ایران مسئله داخلی آمریکا این بودش که گفتن که ممکن استش که به حال وزارت آموزش پرورش در در آموزش در واقع در آمریکا منحل بکنم و اینو برگردونن به ایالت ها مسئله ای هستش که در خود آمریکا خیلی حساسیت برانگیز هست چون که این انتقال به این مسئله وارد هستش که اگر قرار باشه که در خود ایالت تصمیم بگیرن برای مسئله آموزش بچه ها در شهرهای مختلف برخی از ایالت ها ممکن است که در دراز مدت عقب بیفتن از ایالت دیگه برای من این میگن که این بعد در سطح فدرال انجام بشه برای من در همون لحظات کمپین خانم هریس در واقع شروع کرد به پروموت کردن یا اشاره کردن به این موضوع که این چقدر خطرناک است برای برای مردم آمریکا در خصوص ایران آقای ترامپ دقیقا همون مسائلی رو گفتن که در گرد همایه گذشتهشون مطرح کردن در خصوص اینکه در زمان ایشون فشار زیادی به دولت جمهوری اسلامی آورده بودن و از نظر اقتصادی دولت جمهوری اسلامی انقدر ضعیف بود که به هر حال نمیتونست که برخی از کارهای شرور شرورانه خودش در منطقه انجام بده ولی همواره ایشون مسئله مطرح کردن که اگر خودشون بودند، به خاطر فشارهایی که به جمهوری اسلامی می و به خاطر وضعیتی که جمهوری اسلامی داشت قطعا پای میز مذاکره می مینیشستان و یک توافق بهتری رو بهتری نسبت به اون چیزی که اوباما در سال 2015 با جمهوری اسلامی منعقد کرد با ایرانی توافق بهتری می‌داشتن من اینم میشه گفتش که یکی از نکاتی بودش که بارهایشون ایشون در طی هفته‌های گذشته ماه‌های گذشته مطرح کردن و مسئله جدید نداشت به هر حال شبکه ایکس شبکه هستش که مردم خیلی توش اون کسی که عضو هستن خیلی درگیر هستن و اخبار رو دنبال می‌کنن مشخص نیستش که به حال اون مخاطبی که آقای ترامپ به دنبالش بود که بتونه توجهشون جلب کنه و بتونه صدای خودشون رو برسونه چقدر در این برنامه به حال تونستن که این حرفایشون رو گوش بکنن ولی خب خیلی مسئله مهمی هست به توجه اینکه به هر حال ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان هستش الان از آقای ترامپ حمایت میکنه سازمانی درست کرده که ماهی 45 دلار کمک میکنه برای به حال ترویج عقایدی که در حال حاضر میشه گفتش که از کمپین آقای ترامپ حمایت میکنه و در مجموع اتفاق مهمی بود که خیلی از رسانه های ایالات متحده در آمریکا در واقع پوشش مستقیم و لحظه به لحظه از این رویداد دادن و به پرداختن به نخود و زوایایی که به هر آقای ترامپ مطرح از این جهت میشه گفتش که اتفاق مهمی بود مهمتر از همین هستش که به هر حال آقای ترامپ میدونه که سال خیلی حساسی است و علارغم اینکه ایشون یک نگاه جدی دارن به رسانه های سنتی و چاپی و اینها در طی ماه‌های گذشته به صورت بسیار فعالی وارد عرصه شدن که مخاطبای متفاوتی رو جذب کنن که این مصاحبه با آقای ماسک میشه گفتش که یکی از اون اقدامات هست و مصاحبه یوتیوبی و با, با اینفلوئنسرای دیگر میشه گفتش که بخشی از این سیاست جدید هستش که بتونن که به اه اه رای های جدید در واقع دستیابی داشته باشن و حرف, حرف خودشون رو به اونها برسونن شکرم. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی دیترویت